شش علم همیشه بهتر است از مذهب با این حال من هرگز بدون ترقیب بروور مبادرت به خواندن کتاب شما نمی کردم چرا که آن برای من به زبان غیر قابل فهم نوشته شده است واژه خدا برای من چیزی نیست جز بیان و حاصل ضعف انسان تورات و انجیل مجموعه است از افسانه‌های های احترام برانگیز اما بسیار ابتدایی هیچ تفسیری هر اندازه هم ظریفانه نمیتواند برای من چیزی را در این ارزیابی تغییر دهد طبیعتا تفسیرهای ظریفانه بسیار متنوعی از آن وجود دارند و در واقع ربطی به متن اولیه ندارند اینشتین نامه خدا کرونا ویروس نشان داد که دین چیزی است و علم چیزی دیگر و در همه احوال علم برای تن و روان انسان مفیدتر از مذهب است نشان داد که چه دین واقعی ایمانی باشد که از علم فاصله نگیرد و به ستیز با علم اقدام نکند و چه ایمانی باشد که انتظارش از دین را از انتظارش از علم جدا کرده باشد یعنی کار دین را به دینداران سپرده باشد و کار علم را به عالمان هیچ کاری نیست که انسان با عقل خودش و با اتکاب علم نتواند بهتر از کاری انجام دهد که مستلزم جنباندن زنجیری است که یک سرش در حجاز است خدا به عنوان یک فرضیه شناخت هیچ چیزی را از علم به عنوان یک فرضیه شناخت بهتر توضیح نمیدهد این بود داوری حود شناختی ویروس پایه نوشناسی مذهبی در اینجا نیز بر آب است هنوز معلوم نیست حقیقت یگانه است یا چندگانه اما خطا و اشتباه و کذب و دروغ و دیگر فیگورهای غیر حقیقت مطمئنا چندگانه است اسپینوزا این بیشمار بودن خطا را یکی از نقاط قوت کذب میدانست برای او در شمای حقیقت هر مسئله ای یک پاسخ درست دارد و بیشمار پاسخ غلط دو ضرب در دو یک پاسخ درست دارد چهار لیکن شمار خطاها نامتناهی است میتواند هر پاسخی جز چهار باشد بهای ترکیب یک حقیقت با یک خطا همیشه خطاست انواع دینوری هر کدام به وجه خاصی خطا هستند ولی همه در خطا بودن یکی هستند در نسبت میان دینوری و علم سه حالت بیشتر نداریم یا هیچ کدام حقیقت ندارند یا هر دو حقیقت دارند یا فقط یکی از آن دو حقیقت دارند کرونا نشان داد که فقط یکی حقیقت دارد و آن علم است ما امکان آن که هیچ کدام حقیقت ندارند و پیامد آن یعنی آن که پس تفاوتی بین روی جادویی با علمی نیست را جدی نمیگیریم چون این پسا مدرنیزم مبتزلی ارزش بحث ندارد این گونه الات را میتوان راجع به متن و در واقع راجع به هر آنچه از جنس خانش است سرهم کرد ویروس واقعیتی دارد که تعلیق ابدی مدلول را ناممکن میسازد. تا پست مدرنیزم بیاید اش را تمام کند ویروس نفسش را بریده است ویروس همه را از خواب پسا مدرنیستی پرانده است میماند دو حالت دیگر مجال آن نیست که از این مبحث بیش از آنچه بلافاصله به واکنش های دینوران به ویروس مربوط می شود سخن بگوییم خلاصهش این است حرف آنانی که علم و دین را در همه امور قابل جمع می دانند و حرف کسانی که نوعی تقسیم کار بین دین و علم می بینند هیچ کدام پایه معرفت شناختی محکمی ندارد دین و علم یا به بیان اسپینوزا ایمان دینی و فلسفه هیچ انتباق موثقی با یکدیگر ندارند حتی اگر دین به بدوی ترین صورت آن یعنی در تفریق از الهیات دعوت به احسان پرانتز مهربانی آن هم به وجه عاطفی بکند دین یک چیز است و علم یک چیز دیگر به تعبیر اسپینوزا در اولی عنصر وهم و تخیل بر عنصر عقل میچربد در دومی عنصر تخیل در خدمت عنصر عقل است انبیا با فیلسوفان یکی نیستند انبیا به شاعران نزدیکترند تا عالمان و فیلسوفان دین و علم مبنای معرفت شناختی مختلفی دارند آنچه از علم فهمیده می شود شعنی دیگر دارد تا آنچه از وحی و الهام و از متون اصیل دینی جمع شدنشان در یک فرد اگر ریا نباشد یک مسئله روان شناختی است نه یک امکان معرفت شناختی بگذارید با مثالی بیاغازم در امال قرای اسلام حجت الاسلامی است که به عنوان اندیش مردی که جمع بین علم و مذهب می کند لولهنگش خیلی آب بر می دارد. او مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است یکی از آن نهادهایی که بخش بزرگی از بودجه یک کشور بلازده را صرف تولید شبه علم شبه مذهب می کنند. همان معجون مدهوش کننده که اسپینوزا به آن الهیات میگوید. اگر میشد دینور بود و خرافی نبود او حتما یک دینور غیر خرافی می بود. زیرا او نیز معتقد است که سنت و قانون الهی عالم را بر اساس نظام اسباب و مسببات میچرخاند و همین اعتقاد او را در مقابل دقدقه عقلی و عاطفی سهمگینی قرار داده است زیرا او در عین حال معتقد است که امام زمان اج که جزئی از همین عالم است همین دوروبرهاست و بنابراین در دسترس ویروس کرونا بدیهی است که با این مقدمه فکر مذهبی با معضل جفت و جور کردن آب مذهب و روغن علم مواجه بشود زیرا برای یک متفکر مذهبی که هم به علم اعتقاد دارد و هم به سنت این پرسش پیش می آید که در این بلای عمومی پرانتز بیماری کرونا پرانتز بسته امام زمان اج کجاست و چه نقشی دارد من فقط بخشی از راه حل او را از یکی از خبرگزاری های ام القرا نقل می کنم. بخش مربوط به آن که آن حضرت در جهان کرونا زده کجاست؟ در چه وضع و تحت چه شرایطی به سر می برند؟ نقل قول. قرار نیست امام زمان اج نظام اسباب و مسببات را به هم بریزد همان گونه که سنت خدا نیز چون این چیزی نیست عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات اداره می شود لذا ممکن است خود امام نیز که جزئی از همین عالم است به بیماری مبتلا شود و از ما خواسته شود که برای سلامتی آن حضرت دعا کنیم پایان نقل قول موقعی که میگویم ویروس کرونا دینوران را به یاو بافی انداخته یکیش همین کوشش ابس برای تلفیق علم و اعتقاد مذهبی است ما تا هفته پیش فکر می کردیم آن حضرت بیرون از سنت الهی لیکن به خاطر یک فیض الهی تحت شرایطی که علم نمیتواند بفهمد از مسونیت کامل تا زمان ظهور برخوردار است دلمان با این قرار می گرفت حالا که باید در میدان علم حرف بزنیم و درون نظام اسباب و مسببات باید بگوییم که وضع آن حضرت با توجه به کهولت سن پرانتز ایشان بیش از هزار سال دارد. پرانتز بسته دل هر شیعه منتظر الظهوری را از بین می انبازد. مذهبی که آمده بود ما را آرامش بدهد ما را دو برابر بیمناک کرده است حال علاوه بر نگرانی برای تندرستی خودمان نگران تندرستی امام قایبمان نیز هستیم رهبر معظم انقلاب به مناسبت زادروز آن حضرت و در ارتباط با شیوع کرونا گفته است بشر بیش از هر زمان دیگری به منجی نیازمند است و بدون ظهور آن حضرت مهمترین مسئله زندگی جمعی بشر یعنی عدالت لاینحل خواهد ماند حال اگر با توجه به کبر سن آن حضرت جوری دست آن ویروس منحوس به آن حضرت رسید نه تنها وعده ظهور دروغ از کار در می آید بلکه ما با یک بشریتی روبرو خواهیم شد که هیچ امیدی به عدالت نخواهد داشت اگر امیدی به ظهور و استقرار عدل نباشد آنگاه به قول داستایفسکی همه چیز مجاز می شود مشکل و پاشنه آشیل هر اخلاقیاتی که به یک نام یا کتاب آویزان باشد همین است تنها خبر مثبت در این میان آن است که بنا به یک زنجیره اسناد وسیق آن حضرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی با یک دختر تهرانی ازدواج کرده است زیرا ازدواج سنت پیامبر است و بنابراین در این روزهای سخت بیار و پرستار نیست فقط این ناممکنی هولناک یا بسته به نظرتان مسخره همخان کردن جدی علم و مذهب نیست که نشان می دهد که چون این ادعایی در بهترین حالت خوشخیالی و در غیر این صورت مزاهمت خیابانی است علاوه بر این در حالی که ادعای دین راجع است به حقایق سرمدی علم چنین ادعایی ندارد ویژگی علم خطاپذیری است و تحول پارادایمی نمی شود آنچرا که هر آن ممکن است به شناخت به صورت رادیکال متفاوت از شناخت قبلی برسد با آنچه حقایق ثابت دارد جمع کرد این ماجراییاست معروف دین تا موقعی که زورش میرسد مانع از تحول پارادایمی در علم میشد گالیله را به کلیسا احضار میکرد دکارت و داروین از ترس مذهب یا آثار خود را منتشر نکردند یا سالها به تأخیر انداختند دینوران نه تنها اسپینوزا را تکفیر کردند بلکه گفتند که کتاب اخلاقیات او در دوزخ نوشته شده است چرا کلیسا بر نظریه زمین محور اصرار می‌ورزید و آن را حقیقت مطلق می‌دانست پاسخ به این پرسش خاص کمی پیچیده است لیکن یک نکته روشن است هم در این مورد و هم در مورد تمامی ادعاهای علمی مذهب از گیتاشناسی شناسی گرفته تا زیست شناسی و آن این است که هر دینی دانسته های علمی لحظه تبلورش را در خود ادغام می کند و به آن جنبه حقایق سرمدی میدهد. دین همیشه نسبتی انگلی با علم زمانه خودش دارد. دینی که گالیله را بازداشت خانگی کرد آمده بود و با شناختی خیالآمیز حرف خود را سوار بر آموخته علمی دورانی کرده بود که شناخت در جایی بین علم و استوره در حال عبور بود آنگاه با اتصال این معلومات مسلط در زمانی خاص به مدلی از خدا هر دو را سرمدی ساخته بود حقایقی بیکران مطلق و همیشگی اما علم درون خودش عنصری از بیقراری دارد پارادایمهایش هایش عوض می شود گرچه خودش انتها ندارد هر کس خواسته است پایانش را اعلام کند یا خودش را به یک فیگور ظاهرا پایانی آن قفل کند آخرش جا مانده است چه الهیاتی باشد چه هگلی یا مارکسی بیقراری علم با خدا به عنوان اصل قرار و ابدیت آموزه های دینی به صورت ماندگاری جفت و جور شدنی نیست مگر شاید در هسته بدوی دین یعنی دعوت انسان به احسان با استفاده از قوت خیال و نه تفکر موقعی که از قرن 16 هم به این سو راهوار علم شروع کرد از زیر ران دین خارج شود دین بیش از آن روی پارادایم علمی کهن از جهان سرمایه گذاشته بود بیش از آن خودش را حول و هوش آن تنیده بود که بتواند به سادگی از مرکب پیشین و دیرینه خود فرود بیاید در واقع هزاران سال لگام این راهوار را برای دمی رها نکرده بود رکود علم ناشی از همین سوارکاری دین بود پارادایم جدید که علم را به پیش میراند دین و مدل خدای آن را از اعتبار میانداخت علم سیال و فرار و خطاپذیر است دین و خدا نمیتوانند چنین باشند نمیشود رزومه خدا را هر چند سال یک بار از نو نوشت هر بازنویسی رزومه تعریف جدیدی است از خدا مدل خدایی که تکامل را نمیدانست با مدل خدایی که آن را قبول دارد یکی نیست مدل خدایی که صدای بیگ بنگ را نشنیده بود با مدل خدایی که افلاک و زمین را در مرکزش در شش روز خلق کرده بود یکی نیست داروین فقط نام خاصی در بیولوژی نیست به همان اندازه نام خاصی در تئولوژی است اسم لفظ خدا ظاهرا ثابت میماند اما مسما یکی نیست هیچ دلیلی ندارد که حرفهای مدل خدای ادیان ابراهیمی در امور دیگر بیشتر از نظریات او درباره جهان با علم مدرن قابل تجمیع باشد تا جایی که پیداست در مورد علوم اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی مثلا حقوق زنان و از همه مهمتر اخلاق نیز و از به همین منبال است اینجا هم مقابله با علوم انسانی زیر لوای علوم انسانی اسلامی همان ماهیتی را دارد که مقابله با علوم طبیعی داشت و هنوز در برخی نقاط دور افتاده در جغرافیای فهم و شعور دارد هرمنوتیک بازی هم یک جایی از این بازنویسی در می ماند و حیثیت خودش را پای تحولات بی وقفه پارادایمی علم برباد می دهد. از یک جا به بعد کوشش دینوران برای بروز کردن خدا اینک که اینک که از میانه های صده هفته علم به روش های آزمایشگاهی و تجربی پیوند خورده است کوششی است نفسگیر و فاقد هر گونه پیروزی پایدار تفاوت ادعاهای دین که هیچ روشی هیچ آزمون و خطایی برای محک زدن ارزش حقیقیشان در کار نیست با علم بیش از آن است که بشود این دو را دو راسته موازی به شما آورد از یک جا به بعد ترم خلقت و خالق جز ایجاد مزاحمت خیابانی برای شناخت جهان و تنظیم رابطه انسان با آن کاری انجام نمی دهند. در عالم علم همه چیز تاریخ تولید و تاریخ انقضا دارد. آنچه تحت عنوان احکام یا انشاء در متون اصیل دینی ارائه می شود نیز بیرون از این حکم نیست گرچه ادعایی جز آن دارد در تقلایشان برای نجات فیگوری از مذهب پس از رسوایی کرونا دینوران میکوشند و به عبس تامیان متون اصیل دینی و چند تا روایت مجعول در پاره کتب نامعتبر تمایز بگذارد این نیز از آن بازی هاست که چون قانون بازی و شیوه داوری آن معلوم نیست و در بهترین حالت مبتنی است بر همان روش جنباندن زنجیر کار کردی جز تقسیم ادعاهای دینوران با آنچه با علم امروز میخواند یا آنچه به نظر من مقبول می آید ندارد همین چند روزه کسانی پای اجنه را هم پیش کشیدند آیا اجنه در متون اصیل دینی نیستند؟ آیا باور به اجنه بخشی از مفهوم خلقت در تصور دینی نیست؟ می بینیم که چون این تقسیمی مشکل را حل نمی کند تنها راه حل این است که گفت گذشتگان سخنی گفتند که با فهم و شعور زمانهشان همخان بوده است دین خواستگاه و سرچشمه هیچ علمی نیست در هیچ متن اصیلی هیچ حقیقتی نیست که ارزش حقیقتی خودش را از علم نگیرد این ارزش هم موقتی است و در گروه تحولات پارادایمی در علم بنابراین زرمدی نیست